بدین در نه پی حشمت و جاه آمده ایم، از بد حادثه اینجا به پناه آمده ایم. رهرو منزل عشقیم و ز سرحد عدم تا به اقلیم وجود این همه راه آمده ایم. کوچه ایرانیان. ولی چیزی که خیلی برای من آزاردهنده بود اینه که تو برخوردی رو که در مثلا حالت عادی توی فستیوال تئاتر توی مثلا فرانسه فستیوال اوینون هستش که یکی از مثلا مهمترین فستیوال‌های هنری دنیاست که یک ماه یک شهری به نام اوینون که یک شهر قدیمیه اونجا لبالب از بیننده است که از تمام فرانسه و از اروپا و از جای مختلف دنیا هم برای اجرا هم برای تماشا میان و روزی 500 تا برنامه هنری در این شهر هست و خیلی چیز عجیب غریبیه و اکثریت بیننده ها مردم عادی هستند و مردم عادی هستند که معنای واقعی بیننده هستند، نه اون قشر به اصطلاح روشن فکر خودش هنرمند خودش تئاتری خودش هنرپیشه خودش نویسنده بازیگر. با درود فراوان به شما، امروز که یک ماه از فاجعه کشتار جمعی در پاریس می‌گذرد، جهت بررسی و تأثیر این فاجعه بر روی جامعه فرانسوی و همچنین ایرانیان مقیم فرانسه به پاریس می‌رویم و می‌نشینیم پای صحبت یک هنرمند برجسته ایرانی مقیم پاریس. Elle est à toi cette chanson, toi l'Auvergnat qui sans façon m'a donné quatre bouts de bois quand dans ma vie il faisait froid. هنرمند گرامی آقای مشکین قلم، خوشحالم که توانستیم این موقع شب با شما در پاریس به گفتگو بنشینیم. سلام عرض کردم جناب لیمونادی عزیز، سلام به شهر گرم شما، ما از پاریس یخ زده زیر بارون با شما در اون سر کره زمین داریم صحبت میکنیم. خب شما اتمسفر پاریس رو در اونجا دارید که بی اندازه دلنشین تر از فضای جنوب کالیفرنیا است. بفرمایید که در این یک ماه به شما که مقیم پاریس هستید چه گذشت و اصولا این فاجعه آدمکشی رو چگونه حذف کردید؟ متاسفانه اون روزی که این فاجعه رخ داد، اون روز نحس 13 نوامبر که بهش میگن روز جمعه 13 که مثلا دیگه نحسترین میشه، کسایی که اهل خرافات هستن و دلشون میخواد که اینجور چیزا هم دست داشته باشه تو زندگیشون، خودشون آماده کرده بودن، ولی متاسفانه چون هوا خیلی عالی بود همه برای خودشون تو تراسای کافه ها نشسته بودن و بیخیال. ما هم اتفاقا زیاد دور نبودیم، با همکارم آقای فرید شفیع نوری ما در همون هولوش بودیم که صدای توپ و ترقه اومد، فکر کردیم که اشتباهی با کتازجویی عوضی گرفتن تاریخ رو و یا اینکه یکی از این جشنهای دیگه است که ما بله متاسفانه به خاطر هوای خوش پاریس در روز 13 نوامبر اتفاقی افتاد که مردم همشون تو کوچه و خیابون بودن، ساعت بدی هم بود، ساعتی بودش که همه توی کافه ها نشسته بودن و بهترین وقت بود برای اینکه این فاجعه صورت بگیره و ما هم دقیقا در همون هولوش بودیم نزدیکای میدان رپبلیک که صدای توپ و ترقه رو خوب میشنیدیم و فکر میکردیم که مربوط به صدای جشن و سروره که متاسفانه به نفس رو خبردار شدیم روی تلفن‌های دستیمون که برامون خبر فرستادن از طریق فیسبوک که اگه شما چون فوری فهمیده بودن که ما تو کدوم قسمت هستیم، گفتن شما در قسمت خطر هستید، در منطقه خطر هستید، اگر سالم هستید سلامت خودتون رو بفرستید روی فیسبوک اطلاع بدید و ما هم کردیم که از چه قراره. در صورت سلامت خودمون رو اطلاع دادیم ولی متاسفانه فهمیدیم که بسیار از دوستانمون در اون حادثه جان سپردن و خیلی خیلی شرایط سنگینی بود تو پاریس. البته همچنان هم ادامه داره، ما دیشب باز دوباره داشتیم از یکی از این مناطق رد می شدیم و تمام کافه ها و مغازه های اطراف اون اماکنی که
ترورها توش صورت گرفته همچنان بسته هستن و مسدود عبور و مرور همچنان یه خود با اختلال صورت میگیره و مردم هم همچنان به سوگواری خودشون ادامه میدن و دردمندن. بچه ها هنوز شمع روشن میکنن، گلای تازه میارن، بعد از یک ماه هنوز اونجا میذارن. بله. و این فضای رعب و درد و سوگ همچنان پابرجاست، به خصوص که یه خورده توام شده متاسفانه با یه سری تحلیل های سیاسی ضد نقیض که جامعه هم یه مقدار تفکیک کرده، یه خوردم سوء تفاهم ها و اینکه همه چیه ها رو، البته خب خبرنگارا هم خیلی نقش عمده ای رو این وسط بازی میکنن به خاطر که سیاست های بین المللی اینجوری اقتضا میکنن که بهتر باشه که خبرها رو اونجوری که مورد پسند جامعه بین المللی و به خصوص اقتصاد بین المللی ارائه بدن. بنابراین خزان عمومی رو تحت تاثیر خودشون قرار میدن و مردم هم اکشن عمل های تند، کما اینکه انتخابات آخری که در پاریس صورت گرفت نشان از این داشت که متاسفانه جبهه ملی فرانسه که بهش میگن فرون ناسیونال، که در واقع واژه جبهه ملی رو ایرانی ها از این واژه برگرفتند که بار بسیار منفی داره برای اکثریت سوسیالیست ها و خارجی های فرانسه، که اصلا اون بار مثبتی رو که در ذهن ایرانی ها جبه ملی داره که میلیون هستن ها، در واقع همون میهن پرست های افراطی هستن در فرانسه که اونها میخوان مملکت خودشون رو خودشون اداره بکنن. برای همین یک حالت هایی از پرستی خود بینی رو دارن همچنان که خب توی مملکت ما هم هست خیلی، و این جبهه ملی یا این فرون ناسیونال الان بالاترین رقم ارجحیت خودش رو تا طی این 50 سال داشته که چندین منطقه از فرانسه در دست FN که مخفف فرون ناسیونال یا همون جبهه ملی یا دست راست افراطی فرانسه است، و اینها نشون دهنده این هستش که ازهان عمومی چقدر تحت تأثیر این تبلیغات رادیو تلویزیون قرار گرفتن و مردم همه مسلمان ها و حتی خارجی ها رو، حتی به محض که چهره دینا داشت باشه رو، همه رو در یک مجموعه میبینن و فراموش میکنن که تمامی این جبهه های تروریستی زائده ذهن غربی هاست، کما اینکه خود هیلاری کلینتون اونجا اومد اعتراف کرد که ایزیس و داعش و طالبان رو خودشون ساختند و آفریدند برای اینکه بتونن که هزینه اقتصادی خودشون رو پیش ببرن. خودتون دیگه اینا رو بهتر میدونین، اینا رو خوشبختانه الان از طریق اینترنت بنزی کافی اطلاعات رسیده میشه و مردم میتونن خودشون یه خورده سبک سنگین میکنن و اطلاعات رو با مقایسهشون بفهمن که چقدر از این اخبار ساختگیه و چقدرش متاسفانه یک بازی اقتصادی بین‌المللی. همینطوره. شرایط بسیار زشتیه توی فرانسه، کما اینکه متاسفانه همین شرایط رو در همه جا میتونیم ببینیم، در آلمان، در بلژیک، در حتی کشورهای مرزی که هنوز اینقدر با اروپای مشترک توأم نشدن مثل یونان و حتی ترکیه، و همون شرایط رو در آمریکا میبینیم، کما اینکه میبینیم که این اتفاقات تو آمریکا هم داره میفته. بله. یه بازی بین المللی خیلی پریدی است که داره رخ میده. وای به حال ماها که نه تریم و نه خشک، ولی متاسفانه هم از اونجا رونده شدیم و هم از اینجا مونده. یعنی متاسفانه آینده مشخصی ما نداریم که چه اتفاقی برامون خواهد افتاد در اروپایی که از آن خودش ما رو نمیدونه و مملکت خودمون که ما رو خارجی میدونه و غرب زده، یا اینکه حتی یه جورایی جاسوس ما رو میپندارن. بنابراین ماها نه سرزمینی داریم نه مکانی داریم، برای همون اظهار نظرهامون هم بهتره یه خورده
عاقلانه تر باشه تا عادلانه، به خاطر اینکه اگر بتوانیم. شاروخ جان، من میخواستم برگردم به روزهای اول این واقعه خوفناک، چون تقریبا بی سابقه بود با 130 کشته. شما اشاره کردید که در محلی که بودید اخطار داده شد که بعد اونجا رو ترک کنید. میخوام اینم محلی که بودید، کافه‌ای که بودید یا منزل شما در معرض خطر بود؟ خیلی کوتاه بفرمایید. نه، ما توی یه دونه رستوران بودیم توی نزدیکی همون میدان رپوبلیک که میدان ملت باشه و یا بله، که اون محل در واقع محله‌ایه که همیشه یک سری رخدادهای سیاسی درش اتفاق میفته، هم از تظاهرات‌های چه چپ ها، چه سوسیالیست ها، چه این دفعه حتی ملی ها، ولی حتی ترور ها هم اونجا صورت میگیرن. کما اینکه چارلی ابدو هم دقیقا در همون منطقه بود، یه منطقه بسیار بسیار پر رفت آمد و پر آمد و شدیست و تر رستوران های زیادی هست. یه رستوران خیلی خوب ایتالیایی بودش که من با دوست و همکارم آقای شفیع نوری رفته بودیم اونجا و اینجور شد که صدای توپ ترقه رو شنیدیم و صاحب رستوران که سیسیلی بود خودش از ایتالیا، ما گفت که به ما پلیس دست داده که کرکرها رو بکشیم پایین، برای اینکه پشت ویترین همه مردم در معرض خطر هستن و چون تو هیچ ذهنیتی نداری از داستانی که داره اتفاق میفته، پیش خود میگی واو چقدر این داستان باز دوباره بزرگ شد و حالا چی میخوان بگن پشت ویترین ما در معرض خطریم، این چی کرکرها رو بدن پایین و چراغا رو خاموش کنن، ما رو تو حبس بکنن، نمیذاشتن بیان بیرون، حتی میگفتن پول صورت حسابتون ندین، سری بزنین به چاک، از اینجا برین. از این مثلا میدی استفاده کردن لابد. بله، از این مثلا یک عده استفاده کردن، به هر حال پول صورت حساب رو ندن و بتونن جان خودشون رو نجات بدن. یعنی دو بار نجات داده شد، هم کیف پولشون اقلا خالی نشد، همین که جانشون. سوال دوم من در ما مونده بودیم چرا دسر ما رو اینا نمیارن، دلمون خوش بود به دسرم، یه تیرامیسو خواسته بودیم نمیآوردن، ما بودیم تا تیرامیسو رو ما رو نیارین ما از اینجا بلند نمیشیم، حالا میخواین جونمون رو بگیریم. بعد سوال دوم من آقای مشکین قلم این بود که اشاره کردید عده ای از هموطنان ما در این رابطه جان باختن، آیا ایرانیانی بودن که در این رابطه جان باختن؟ گفته میشه که یک آقایی که توی چند تا از ویدیوها دیدیم که اومدن اونجا ویولون زدن که میگفتن که من ایرانی هستم و پسرم رو از دست دادم توی اون بتکلان که تو اون کنسرت بود، ولی هیچ رسانه‌ای این رو دوباره برملا نکرد، برای همین معلوم نیست که واقعا ایرانی اونجا بوده یا نه، ولی برای ماهایی که خودمون بیشتر فرانسوی هستیم تا ایرانی، مثل من خب بیشتر عمرم من تو فرانسه گذروندم، بله. واقعا برای من زیاد اون هموطن به قول کتکنی میگه که ای کاش آدمی میتوانست وطنش رو همچون بنفشه ها با خودش ببرد هر آن را که خواست، و چون خواسته ما یک جوری فرانسه بوده، همین این هموطن و این هویت ملی برای من زیاد تفاوتی بین ایران و فرانسه نداره، یه جورایی منم هموطنامو از دست دادم اینجا، شاید هم این در واقع این چرخش زبان من بود که گفتم هموطنامو از دست دادم، منظورم فرانسویا بود و اشاره خاصی به ایرانی ها نداشتم، کما که میگم همونطور که خدمتتون عرض کردم زیاد مطلع نیستم که آیا ایرانی هم بوده یا نه، و زیاد هم فرقی نداره، چون جان آدمیزاد هیچ فرقی نداره، هیچ رنگ متفاوتی در واقعیت نداره که فلسطینی باشه یا لبنانی یا فرانسوی یا آمریکایی، وقتی که این قتل صورت میگیره یا کشتار صورت میگیره دیگه زیاد ملیت نمیشناسه متاسفانه، بره و اتفاقا خودش یه جور برملا کننده این واقعیت تلخ بود که چرا بعضی از جانها به نظر ما شیرین ترن، بعضی از خونها رنگین ترن، به خاطر که اخبار بیشتر اینجور اینها رو وانمود میکنه. دقیقاً. مگرم برای مردم واقعی این اختلاف وجود نداره، این اختلافات طبقاتی، کما اینکه در فلسطین قبل از اینکه این فلسطین تبدیل بشه به یک جنجال بین المللی در این سالهای آخر، فلسطین در فلسطین اسرائیلی کلیمی و یهودی و مسلمون کنار هم دیگه همزیستی میکردن به صلح و صفا و سلامت، و این موزلات نوظهوری هستند که در واقع اخبار و مدیای بین المللی یک جوری اینا رو تو مغز مردم کرد که الان خصم جان هم دیگه شدن و واقعا تفاوتی بین آدم ها حس نمی شد یک زمانی، و حتی وقتی فاشیسم آلمانی
اینجور گوانداخت، هیچ کس نمیتونست باور بکنه که دلیلی کشته شدن یک انسان فقط کلیمی بودنش باشه. چطور امروز دلیلی کشته شدن یک انسان فقط میتونه مسلمان بودنش یا غیر مسلمان بودنش یا شیعه بودنش یا سنی بودنش باشه؟ متاسفم که این اتفاقا هنوز داره در قرن 21 میفته و ماها در یک توهم واقعی هستیم که به یک تجددی رسیدیم، حتی در دنیای غرب، به خاطر که خیلی دورتر از ذهنیت متجددانه خودمون هستیم. الان اگر باور داشته باشیم که ما در یک تمدن قرن 21 هستیم، خیلی خیلی هنوز قرون وسطایی رفتار میکنیم، حرف میزنیم و حتی میپنداریم. متاسفانه بله. به هر حال خوشحالم که شما در کشوری زندگی میکنید که هموطنان دیگر کشورها رو، چه بسا فرانسوی یا غیر فرانسوی، رو هموطن مینامید و میتونید، چون کشور فرانسه هنوز باز نسبت به کشورهای دیگه خیلی آزاده تر هست، یعنی دیدگاه سیاسی اجتماعیشون آزاده تره. من در آلمان یک بار سر مرز آلمان، پس از اینکه 16-17 سال اونجا زندگی میکردم، موقعی که از ایتالیا باز میگشتم به آلمان، دیدم خیلی برای من سخت گرفتم. گفتم آقا من از 3-4 کشور گذشتم، کسی کاری نداشت، چطور شد به کشور خودم که میرسم به یک باره اون مأمور گمرک آلمان بیخه خیر من؟ گفت چی گفتی؟ کشور خودم؟ به هر حال داستانی بود، ما رو تا صبح اونجا نگه داشت. بگذریم از این داستان. من میخواستم یک نظر دیگه از شما پرسیده باشم در ارتباط با ملت فرانسه طی این یک ماه. اکنون که یک ماه از این فاجعه ترسناک گذشته، ملت فرانسه چگونه این فاجعه رو هضم کردن؟ هنوز هضمش نکردن. یعنی همونطور که خدمتتون عرض کردم، ما دیشب داشتیم از اونجا رد میشدیم و هنوز مردم داشتن اونجا گریه میکردن و خودت هم متاثر میشی. درست انگار رفتی که سر گور عزیزانت و اونجا گلهای زنده رو میبینی و شمها رو میبینی که هنوز روشن هستن. احساس نمیکنی که این اتفاق یک ماه پیش افتاده، احساس میکنی همین امروز افتاده. احساس نزدیکی داری، این قرابت رو دائما احساسش میکنی. همسایه های اونا واقعا، مثلا ما با ماشین اونجا وایساده بودیم، بیخیال فکر میکردیم یک پرتابادیست که کسی صداش به کسی نمیرسه. در ماشین باز گذاشته بودیم، موسیقی ماشین بلند بود، چند تا دختر خانمی که اونجا بودن همشون هم یه مقدار شراب خورده بودن و حالاشون یه خورده دراماتیک تر بود، به ما گفتن که بچه ها این در ماشینتون رو بندین، چون صدای موسیقیتون میتونه همسایه های بدبختی که اینجا یک ماه آسایش ندارن و آزارشون بده بیشتر از این. و واقعا متوجه آدم نمیشه که زمانی از این گذشته و فضای بسیار پر از التهابی است، فضای پر از تنشی است. مردم سعی میکنن که مدارا بکنن، سعی میکنن شکیبایی از خودشون نشون بدن، ولی اینها تلاشه، یک تلاشی است برای نشان دادن آن چیزی که در ما به صورت واقعی وجود نداره، طبیعی، و سعی میکنیم خودمون رو متساهل نشون بدیم در مقابلش، به خاطر که فکر میکنیم که عقلانیه که تو خودت رو یک جور دیگه ای نشون بدی. ولی واقعیت امر اینه که مردم خیلی جریحه دار هستند، این حس انتقام جویی درشون هست، دلشون میخواد که یک جورایی، کمان که همونطور که خدمتتون عرض کردم، در این انتخابات برملا شد. اونجا که در خفا تو میری رأی تو میدی به یک دست راست افراطی، برای اینکه یک جوری در ناخودآگاهت میخوای از شر اون دشمنی رو که فکر میکنی که واقعا دشمنته خلاص بشی، حتی اگر در جلوی انظار عمومی، جلوی صفحه تلویزیون میگی که آره ماها با هم دیگه فرقی نداریم، ولی اونجایی که خودت میری در تنهایی رأی میدی، اونجا برملا میشه که واقعیت یه چیز دیگه است. البته هنوز این مقدار قابل مقایسه نیست با آن چیزی رو که ما هنوز توی ایران میتونیم ببینیم، بخاطر که اگر این اتفاق رو مثلا یک چند تا تروریست افغانی در ایران کرده بودن، دولت و ملت همگی با هم تمامی افغانها رو قتل عام میکردن. بله. اینجا فرانسوی ها اقلیت های مذهبیشون که مسلمان باشن باهاشون این رفتار رو کردن و هنوز این شکیبایی و این رفتار عاقلانه و انسانی رو در این فرانسوی های غیر مسلمان میبینی. اینجا این رو ما هنوز تجربهش نکردیم. اگر تجربهش کرده بودیم میفهمیدیم که چجوری رفتار میکردیم و به هیچ وجه این 30 سالی که در غرب زندگی کردیم به هیچ وجه درس واقعی در واقعیت ما
بهمون نداده. اونجاست که تازه وقتی که محک میخوری تازه متوجه میشین که او تمام اینها فرضیه و تئوری بوده، ولی در عمل تو رفتارت متفاوته که چجوری انتقام جویانه با هم دیگه رفتار میکنی. ما اینجا فقط کافیه که دوستای صمیمی رو ببینیم که در غرب بعد از این چند سالی که با هم دیگه داریم معاشرت میکنیم، این حس انتقام جویی بدون این که حتی دشمنی باشه در رقابت ها بین هنرمند ها، بین آرتیست ها، بین همسایه ها، این همه دشمنی وجود داره بین ایرانی هایی که هم خون و هم رنگ و هم زبان و هم فکر و تازه هم سلک سیاسی و عقیدتی هستن. بازم این همه دشمنی وجود داره تا چه برسد به اینکه اگر یک وقت چهار تا افغانی بدبخت بیچاره این کارو کرده بودن به خاطر حالا چه اتفاقی اینا رو اون وقت تازه میفهمیدیم. این فرانسوی ها واقعا یه جاهایی آدم بایستی کلاش رو قاضی بکنه بگه که اینها واقعا سوسیالیسم رو، این رفتار انسانی رو دارن زندگیش میکنن. فقط تئوری نیست. و اینجاست که یه خورده آدم متوجه میشه که ما توی یک مملکت پیشرفته تری داریم زندگی میکنیم. اندیشه های مردم واقعی ترن، براش میجنگن، برای اندیشه هاشون. خب. ما ها فکر نمیکنم هنوز به اینجا رسیده باشیم. خب حکومت های سوسیال دموکرات در اروپا خوشبختانه این پیشرفت رو کردن. شما اشاره به یعنی به آمار مایل هستم بکنیم، بفرمایید چند درصد از مردم فرانسه به نظر شما مایل به انتقام گیری هستن؟ من متاسفانه اولا که آمار یه سری ارقامی نیستش که با احساس خودتون با احساس و برداشت خودت چه برداشت؟ من اولا که در این چند سبایی که از این داستان ترور 13 نوامبر میگذره زمان کمیش اونجا بودم، به خاطر که ما همون شب قرار بودش که برای یک فستیوال تئاتری که در کلن داشت اجرا میشد قرار بودش که فردا صبحش عازم شهر کلن آلمان باشیم، و این مدت دو هفته ای رو که ما نبودیم دقیقا همون بحبوه التهاب این داستان بود و یه جوری یک توفیق اجباری شد که ما نباشیم در پاریس، به خاطر که دقیقا همون حس روزهای اول جنگ ایران و عراق داشت پاریس و اصلا شرایط خوشایندی نبود برای آدم هایی که از لحاظ روحی این آمادگی رو نداشتن. من اصلا این آمادگی رو نداشتم که بخوام باز دوباره بجنگم، توی این شرایط زندگی بکنم، و خوشبختانه ما تونستیم رد بشیم و به صورت عجیب غریبی، خاطر که رئیس جمهور بلافاصله اعلام کرد همون شب که تمام مرزهای فرانسه بسته است و ما باور نداشتیم که بتونیم از مرز عبور بکنیم، ولی به صورت شگفت انگیزی ما از مرز بدون هیچ گونه دردسری و حتی به صورت میشه گفتش که باور نکردنی خطرناکی، ما از مرز سه تا آدم با قیافه های شرقی تند، من و برادرم که رانندگی میکرد با ماشین و فرید شفیع نوری با سیبیل و موهای سیاه، از مرز عبور کردیم. یک دونه پلیس نبود در صبح فردای روز ترور بزرگ پاریس. برای رفتن مرز عبور کردیم و رفتیم به راحتی. برای رفتن به کل شما مجبور بودید از بلژیک بگذارید یا مستقیما رفتید به آلمان؟ نه اتفاقا ما همطور زنگ می‌زدیم و سوال می‌کردیم که بفهمیم کدومی که از راه‌ها بسته است. همه هم می‌گفتن تمام مرزها بسته است، بی خود خودتون رو دیگه درگیر این همه راه نکنید. ولی ما از یکی از شاهرگ‌های اتوبان فرانسه به آلمان که از مرز متس و زاربروکن میگذره رد شدیم بدون هیچ کنترلی. هوا هم خیلی هم عالی بود، خیلی هم خلوت بود جلوی او، اصلا انگار نه انگار که اتفاقی افتاده. یک دوشیزه بسیار زیبای آلمانی اون برای مرز فقط از ما پرسید که شماها کجایی هستید. برادر منم گفتش که من و برادرم فرانسوی هستیم، آقای شفیع نوری هم گفتش که ایشون هم آمریکایی است. حتی پاسپورت ما رو کنترل نکردن، ماشینم که تا لبالب از اسباب اساسی های صحنه عارف نامه بود که میتونست حداقل یک شکی برانگیزه که آقا این ماشین شما رو کن، ولی اصلا هیچ اتفاقی نیفتاد و تعجب آور بود. و برای همین این خدمتتون عرض میکردم که ما تو این دو هفته که نبودیم خب خیلی آب از آسیاب افتاد و خیلی از این شرایط رو ما ندیدیم. برای همین درصد این آماری رو که بنده خواهم به شما امروز که امروز بلکه امروز حس میکنید مردم فرانسه واقعا باز دوباره آماری که من به شما خواهم گفت بیشتر از روابط اطرافیان خود منه، یعنی که یا دوستان ایرانی من اینجا یا دوستهای فرانسویم که
تقریبا میشه گفت صرفا آدم هایی هستن که اهل تئاتر و اهل هنر هستن و اندیشه هاشون خیلی پر واضحه که اندیشه های سوسیالیست دموکراتیکیه و کمتر آدم های ملی خیلی تند راست افراطی رو من باهاشون سرکار دارم، بخاطر که انتخاب دوستای من یه انتخاب خیلی خیلی مشخصیه که از آدمایی که همسنگ خودم هستن انتخاب شدم. بنابراین این حس انتقام جویی رو من در اطراف خودم احساس نمی‌کنم و از آنچه که میشنوم هم دلم نمیخواد یه دونه برآوردی بکنم بگم که آره این ازش میشه آمار تایید کرد. حس میکنم که فقط از چیزی که میشه آدم بهش نظر بده از همین آمار انتخابات اخیر فرانسه است که درصد این راست افراطی چون بالاتر از هر دفعه بوده، این حس انتقام جویی رو میتونی تصور بکنی به صورت احمقانه خب بیشتر شده در مردم و باور این که با یک همچین کاری تو میتونی تروریسم رو از ذات یک سیاستی بزدایی و متاسفم که یک همچین باوری هنوز در یک جامعه روشنفکری مثل فرانسه است. بله بله، برحال من نتیجه گرفتم از این که اون شب اول بارها تماس گرفتم با منزل شما ولی تشریف نداشتید و نگران بودم. امروز نتیجه گرفتیم که شما تقریبا نیمه شب منزل رفتین، روز بعدم پاریس رو ترک کردین. پاریس رو رو به بله پاریس رو به کل نمایش شما اونجا چگونه برگزار شد؟ اونجا خوشبختانه در آلمان شرایط خورده بهتر بود، یعنی اون حس رعب و وحشتی که مردم در فرانسه داشتن اونجا نبود، کما اینکه هنوزم مثلا دیروز ما رفتیم نصفی از کافه ها خالی بود، نصفی از اماکن عمومی، کنسرت ها، بسیاری از کنسرت ها کنسل شدن در پاریس و خیلی الان لطمه های سنگین مالی خوردن از آرتیست ها، از کسایی که رستوران دار ها و بقیه حرفه ها و سنف ها خیلی خیلی لطمه خوردن، کسایی که روی توریست خیلی خیلی بزرگ در ایام عید فرانسه حساب میکردن، شانزلیزه خالی الان یه جورایی حساب میکردن روی بیش از 83 میلیون توریست که امسال وارد فرانسه بشه، ولی این درصد خیلی خیلی پایین اومد. تو آلمان همچین جوی نبود و وقتی ما رسیدیم فکر میکردیم که شاید یه لطمه هم به فستیوال تئاتر کلن بخوره که یکی از هنرمندهای خوب و دوستای نازنین من خانم بهروخ بابایی این رو تنظیم کرده بودن با همسرشون جناب آقای مجید فلاح‌زاده، تصور میکنم فامیلشون هست که خودشون از کارگردانهای خوب ایرانی هستن. سه یا چهار روز فستیوال بود و گروه های تئاتری متفاوتی از اصل نقاط اروپا اومده بودن و اجراهای متفاوت داشتن و یه جو خیلی گرم و صمیمی بودش که خوشبختانه ما رو دور کرد از ذهنیت تلخی که داشتیم از وطن دوممون فرانسه. خواستم ببینم استقبال جامعه ایرانی از تئاتر شما چگونه بود؟ فقط تئاتر ما یا در کل تئاتر؟ در کل تئاتر که خب تئاترهای مختلفی بود، ولی شما با این عارف نامتون میخوام ببینم که چقدر. اولا که خب یه سالن خیلی کوچولی بود، تئاتر آرکاداش که من قبلا تجربهش رو داشتم که رفته بودم اونجا، یک سالونیست که در حدود 100 نفر بیشتر جا نداره و حساب کردن رو 100 نفر اهل هنر که اکثریتشون هم میتونیم بگیم که همه برنامه ها رو اومدن، در واقع میتونیم بگیم تمام داستان روی 200 نفر آدم میچرخید و این برای یک جامعه ایرانی خیلی پررنگتری که در آلمان زندگی میکنه خیلی کمه، خیلی کمه. و خب نصف سالن که خودمون هنرمندای خود فستیوال بودن، اون 50-60 نفری هم که بین برنامه ها میگذشتند، خب تو بعضی از سالن ها بعضی از برنامه ها تعدادشون بیشتر بود، بعضی هاشون کم نکتر، ولی میشه گفتش تقریبا همه برنامه ها پر بود. من ایرج نیستم دیگر، شرابم. من رو زامن نبنداریم Thank you.
برگوید سامجی را برادر جان خراسان است اینجا سخن گفتم ناسان است اینجا خراسان مردم باهوش داره خراسانی جلد ده آره چیزی که خیلی برای من آزاردهنده بود اینه که تو برخوردی رو که در مثلا حالت عادی توی فستیوال تئاتر توی مثلا فرانسه فستیوال اوینون هستش که یکی از مثلا مهمترین فستیوال‌های هنری دنیاست که یک ماه یک شهری به نام اوینون که یک شهر قدیمیه اونجا لبالب از بیننده است که از تمام فرانسه و از اروپا و از جای مختلف دنیا هم برای اجرا هم برای تماشا میان و روزی 500 تا برنامه هنری در این شهر هست و خیلی چیز عجیب غریبیه و اکثریت بیننده ها مردم عادی هستن و مردم عادی هستن که معنای واقعی بیننده هستن، نه اون قشر به اصطلاح روشن فکر خودش هنرمند خودش تئاتری خودش هنرپیشه خودش نویسنده بازیگر تعدادشون بسیار کمه که تعدادشون بسیار کمه. بله بله تعدادشون خیلی کمه و نقدهاشون هم نقدهای ارزنده و ارزشمندی نیست متاسفانه، به خاطر اینکه نصفشون بیشتر دارن ادعا میکنن که چیز میدونن، برای همین میخوان با تو صحبت بکنن، یا اگر چیزی مینویسن فقط برای خودشون مینویسن که خودشون به هم دیگه وانمود کنن که من چقدر باسوادم و این چیز رو من بهتر میشناختم. یه آقایی که اصلا خودش هم کلی هم برای خودش اسم و رسم داره، اینجا خوشبختانه اسمش رو فراموش کردم، اصلا اومد من گفتش که اصلا شما چه دلیلی داشت که عارفنامه رو بیارین شو صحنه، ما که خودمون خونده بودیم. اینو اصلا تعجب کردم که این آدم اصلا اسم خودش رو بتونه بذاره روشن فکر، برای اینکه واقعا اگر اینجوری بود که اصلا چه دلیلی داشت که برای بار 100 هزار مثلا رومئو و جولیت شکسپیر رو صحنه دقیقاً اونا رو خوندن دیگه. خب متاسفانه در جامعه ایرانی این نابسامانی فرهنگی هنوز وجود داره، اینم از عوارض این آدم از مردم عادی اصلا انتظار نداره جنو میلیون عادی میدونین چیه. من اصلا من یکی از اولین بارا بودش که داشتم مواجه میشدم با یک قشر مثلا تحصیل کرده مثلا با سواد مثلا به اسم خودشو گذاشته روشن فکر که دلشم میخواد یه چیزی بگه، آخه اصلا اگه شما حرف نزنین هنر نمیگیرید و میخوان ادعا بکنن که مثلا این زبان مستحکم رو من نمیپسندم و بلند میشه میره. آقا شما اگه ادعا میکنید که این برنامه رو میشناختین متن رو خونده بودین، پس برای چی اومدین اونجا بشینین؟ ما که از پیش گفته بودیم که این برنامه سانسور نشده داره معرفی میشه، خب چرا وسط همون برنامه که شروع میشه میخواد جلوی مردم وانمود کنه که من به هم برخورد بلند شدم برم آی ببینید منو من بلند شدم برم با. و این انقدر پر از تزویره این حرکت و انقدر زشت بود که من به یک دوستای نازنینم که خودش یه فستیوال تئاتر داره به نام غلام آل بوگه در شهر زیبای هایدلبرگ بهش گفتم غلام جان ببین من اصلا نمیخوام دیگه بیام تو فستیوال ایرانی، بخواد که فستیوال ایرانی بوی زمخت روشن فکر متظاهر رو داره و اصلا جای من نیست، من دلم نمیخواد، من دلم میخواد با مردم واقعی در ارتباط باشم، کسانی که میبایست این رو بشنون، متنی رو که ایرج میرزا سر 20 سال پیش نوشته و سانسورچیایی مثل همین آقایون که میگن این واژه‌های مسترجن اندیشه های روشنفکرهای اولین دوره روشنفکری ایران مثل ایرج میرزا رو سانسور کردن باشون مواجه باشم، نه من دلم خواهد با مردم واقعی مواجه باشم و به گوششون برسونم و براشون عنوان کنم که چه دردی در جامعه ماست، این عقب موندگی ما از کجا میاد، از اینکه روشنفکرهای ما اندیشه های روشنفکرهای ما رو سانسور کردن. یه واقعیت است، دید بسیار روشن شما، بله دید بسیار روشن شما دارید در این رابطه. خواستم عرض کنم که این مسئله رو ما در آمریکا هم داریم، در آمریکا هم به این سادگی همه چی پیش نمیره. حالا شما در اروپا یک جو فرهنگی تری رو دور بر خودتون دارید، در اینجا در لس آنجلس برای مثال میدونید، خب من 37 سال اینجا هستم با
اولین برنامه تلویزیون خارج از کشور در ارتباط با جامعه ایرانی و رشدش، ما یک چیزی حدود 3,000 تا 4,000 بیننده بدسلیقه داریم در لس آنجلس. بیننده کاملا بدسلیقه، یعنی شما هر نوع تئاتر رو بردارید با آفتابه و دنبک و اینا بیارید، این 3-4 هزار نفر سپورت میکنن، برای خنده میرن اونجا. و مسئله بزرگ ما در جامعه ایرانی خارج از کشور، مخصوصا جنوب کالیفرنیا، اینه که سپورت میشن. یعنی شما هر نوع تئاتر رو فقط برای تفریح اینجا ارائه بدید که سالهای سال خانم و آقا دادن، دختر جوان و پسر جوان اینجا ارائه دادن، همیشه برای یه مدتی رو صحنه بوده، ولی یه کاری شبیه کارهای شما یا کارهای دیگری که قبلا بوده مثل آقای بیضایی و دیگران، اگر بیاد اینجا یک بیننده یه چیز حدود 200 نفر شاید داشته باشه. متاسفانه این عارضه است که گریبان ما ایرانیان خارج از کشور گرفته و از همون کوچ و مهاجرت سرچشمه میگیره که نابسامانی پس از 37 سال هنوز ادامه داره. شما هم در اروپا یک مقداری گرفتار این هستین، درسته؟ من واقعا من مثل شما باور داشتم که خیلی تفاوت بین اروپا و آمریکا وجود داره و فکر می‌کردم خب آمریکا به خاطر که این قدمت، این تمدن قدیم پشت اون جامعه مهاجر وجود نداشته که یک مانعی جلوشون بذاره که نتونن هر کار مبتذل و بیمایی رو ارائه بدن، باعث شده که کارهای هنری جامعه مهاجر ایرانی اکثرا بیمایه باشه. کار بسیار بسیار خوب خیلی وجود داره توی آمریکا، ولی کار بیمایه زیاده و من فکر می‌کنم که اروپا متاسفانه گریبانش رو فکر می‌کردم نگرفته، ولی الان خودم مواجه شدم با کارهای بسیار بسیار بد و برخوردهای بسیار بدتر در همین فستیوال تئاتر کال و همونقدر در لندن، همونقدر در پاریس، همونقدر در آلمان که در شهرهای دیگه متاسفانه این وجود داره. بنابراین اتفاقا برعکس به صورت تضادگونه ای بهترین برخوردها رو من توی شهر سان فرانسیسکوی کالیفرنیا دیدم، همون جامعه‌ای که اصلا وقتی میگی کالیفرنیا فکر میکردن همه اروپایی ها که وای بابا اونها هیچی سرشون نمیشه، اتفاقا من بهترین برخوردهای مردم رو در همون کالیفرنیا دیدم که یک نفر سالن رو ترک نکرد. خب اونجا هم آدم حسابی کم نبود، هم جناب بیضایی که شما خودتون فرمودین در سالن تشریف داشتن، ایشون هم متن خونده بودن، بهشون هم بر نخورد، اگر هم برخورد بلند نشدن که تظاهر بکنن سالن رو ترک بکنن دیگه. حالا شارخ جان، شما راجع به شمال کالیفرنیا گفتی، بله، به خاطر برکلی که البته در لس آنجلس هم UCLA هست با 3 دانشگاه بزرگ، اما وجود هالیوود، یعنی کل مسائل هالیوودی در اینجا تاثیرگذار رو تمام مسائل فرهنگی، ولی در شمال کالیفرنیا اینطور نیست. حق با شماست، اونجا ایرانیان خیلی خیلی متفاوتی زندگی میکنن، بیشتر در آرامش هستن، تو این جنجال لس آنجلس و جنوب کالیفرنیا نیستن و طرفداریشون از فرهنگ و هنر خیلی بیشتره. در لس آنجلس هم کم نیستن، فقط تعداد نسبت به اون جو ناجور حاکم خیلی کمتره، یعنی درصد پایین‌تره. به هر حال این مسائلی است که ما در خارج از کشور داریم. خواستم اشاره کنم به صحبت شما، چون گفتید یکی دو نفر بلند شدن از سالن رفتن بیرون. آقای مشکل قلم، این یک عارضه است، چون با رفتن یه نفر یا 5 نفر که ما در لس آنجلس هم داشتیم اتفاقا بلند میشن میرن، این یه نمایشه. من و شما به این نمایش ها نباید زیاد بها بدیم. به هر حال خیلی خوشحالم که تونستم امروز با شما صحبت کنم، مخصوصا مسائل پاریس و ایرانیان مقیم پاریس رو یه مقدار بیشتر جویا شدیم. امیدوارم در فرصت بعدی که با هم صحبت بکنیم بیشتر بپردازیم به جامعه پیشرفته ایرانی در اروپا. در نگاه به کوچ ایرانیان با ما همراه باشید تا روزی با هم آن را به پایان برسانیم. و ما در غربت همچنان دوره می‌کنیم شب را و روز را، هنوز را.